دوستای عزیزم شفیع ایار هستم. با عرض سلام شما را به برنامه امروز خود دعوت میکنم. شما در این دو سه ماهی که ما برنامه داشتیم که ما آیسته آیسته عادت میکنین، آیسته آیسته باور میکنین که ما یک پیغام خوب دارم و ما با هنگفته از معلومات در این میدان آمدیم. ما با مشت رستم در این میدان آمدیم. یک آدم پفکی نیستم که آمده باشم بدون هیچ دلیل و هیچ معنا و هیچ معلومات و در اولین تیله کردن پشت سر بفتم. مسیر را که ما میرم در مقابل طوفان است، در مقابل جریان آب است. ما یک مسیر را میرم که نه تنها در مقابل جریان آب بلکه ماهی پر، شما میفهمید جایی که آبشارهای بلند است و ماهی پر میزنه، ما در اونتر مسیر حرکت میکنم. ما بعد از 14 سال آمدیم که به شما بگویم که دین ما را از راه به بیراهه کشیدن. این چیزایی را که در مورد پیغمبر ما گفتن اینا غلط است و اینمی کتب را که ما به عیس کتب شیطانی پیهم میگم و معلومات اکثریت مطلق ما یا مؤخذ اکثریت مطلق ما اونمو کتاب ها هست، ای اعتقاد را قهر می سازه، ای اعتقاد را به تعجب می اندازه و سر و صدای کفر و الهاد در مقابل ما بلند میشه. اما آیسته آیسته می بینین که شما که ما ام نظر شده میرین، حتی کسایی که ملا و مولوی هم است یا با ما آیسته آیسته هم نظر میشن. با مجرده که شما در کلیتان شک افتید که آیا امی آدم راست میگه و غلط، مانایش است که شما آمده این طرف ما و ما اینمی تردید در شما تانستین تا حال خلق بکنم. روزای اول شما مرا کافر میگفتین، حتی کاغای 6 قطعنامه صادر کرد. اما دیدین وقتی که ما تشریح کرده رفتم که چرا مثلا ما حدیث ضرورت نداریم، پیغمبر به اساس قرآن عمل میکرد و میگفت قرآن بخوان، حدیث هم خواندی و ما با دلایل گوناگونی را تشریح کردم. در درس های تاریخی خود ما غزوات پیغمبر در 4 بخش تا حال تشریح کردیم که تقریبا نیمه از غزوات پیغمبر. شما لطفا اگر یارا ندیدین برین در یوتیوب، اگر شما تا کمپیوتر نمیفهمین یا کس هستین که به اکسن بسیار زیاد هستین، لطفا اولاد خدا نواسه خدا بگوین که امی مرا بچه ام در یوتیوب یک دفعه داخل کن. شما کجا برین بسیار آسان است، در یوتیوب شفیع ایار نام ما است بزنین، برنامه های ما میای باید ببینین. ما معلومات را که شما به 10 نمیتونین پیدا کنین و او را که به اندازه عمیق بخوانین، ما او را آسان در اختیار شما میتونم. شما با دیدن و شنیدن از اون متوجه میشین که چقدر ما با کجا رفتیم و متوجه میشین که ما چی میگم. چرا اعتیاد کسا که حتی دست داد از ملا و مولانایی میزنن و در تلویزیون هستن یا نمیفهمن به درستی که ما چی میگم، تا که برنامه های ما پیهم میبینن و متوجه میشن که والا همی گپایی که آقا میزنن دو جمع دو چهار همی درست معلوم میشه، شاید ما اشتباه کردیم. یا گپایی که ما میزنم در 14 سال زیر لیاف خود مردم میترسید که بگویه، اما ما میگم و استاد استم و دفاع میکنم. در برنامه های پیشین خود ما تا اسه خلفای راشدین رسیم، دوار آف خلفای راشدین، جنگ های خلفای راشدین. شما این باید برین در یوتیوب ببینین، دوار آف خلفای راشدین. اول در نام ما در یوتیوب برین شفیع ایار، بعد از این را ببینین. ما در او بخش ثبوت کردم برای شما که اگر این کتب درست باشه که ما کتب شیطانی میگم و غلط میگم، در این اساس پیغمبر ما آخری خطبه یا مهمترین خطبه ایش وقتی که دستش در حلقه کعبه بود ای بود که ای مسلمان ها تکیه بر حسب و نسب نکنین، افتخار به حسب و نسب نکنین، قریش و غیر قریش اوسو بمانین، شما مساوی شدین به اساس یک دین اسلام.
اما وقتی که میبینیم که پیغمبر فوت میشه و مجرد که فوت شده هنوز دفن نشده، فقط در امروز حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت ابوبکر رضی الله عنه یا به یک دسیسه دست میزنن که انصار چطور پس کنن و بابا میگه که خلافت حق ماست و خاطر ما قریش هستیم و عصب و نسب از شما بلند هستیم. برین بازم این برنامه ما را ببینیم. حضرت علی کرم الله وجهو عین استدلال داره که حضرت عمر و حضرت عثمان میگه که نه شما مستحق تر نیستین بلکه ما پسر کاکا و داماد پیغمبر هستم، عین خون هستیم، ما ارجحیت دارم. اینال شما اگر قبول کنین که یا امی کارا را کردن، مانایش ایست که ما دیگه عین کردیت به یاد داده نمیتونیم، ما نمیتونیم احترام بکنیم کسایی را که مهمترین خطبه پیغمبر را که در واقع مهمترین وصیت پیغمبر را زیر پای کردن. اگر قبول کنیم که نه ایگه پا غلط است که ما میگم این کتاب ها کتاب های شیطانی میشه، ما میخواییم ثبوت کنیم که چرا اینمی گپا در این کتاب ها نوشته شده، ما میخواییم بگویم که اصلا یکی اینمی خلفای راشدین با هم در جنگ افتیده و شیعه و سنی با وجود آمده توسط جنگ های خودخواهانه از یا کلش غلطه، نه تو شیعه هستی، نه یا آقا سنی، نه یا آقا اسماعیلی، کل یک مسلمانه. این چیزها را کی به وجود آورد؟ این چیزها را کسایی که در قرن اول هجری قدرت را گرفتن. قدرت در پیش کی بود؟ ظاهرن در این کتاب ها نوشته میشه که حضرت عثمان، حضرت ابوبکر و حضرت عمر و اینا، نه، عملا قدرت نظامی دست ابو سفیان، دست بچهش معاویه، دست بچه دیگهش یزید و دست نواسهش یزید دیگه میشه که حضرت امام حسین به قتل رساندن. اینا اسلام به یک دین تاراج و چور و چپاول تبدیل کردن، حتی پیغمبر ما را مسخه کردن. اینمی قصه را که ما به نام غزوات پیغمبر میگم و ما و شما 1400 سال ای را قبول کردیم، یا تومت های ننگین است که بر سر پیغمبر ما شده. ما تا حال 4 بخش داشتیم، بریم در یوتیوب ببینین، و ما 4 یا 5 بخش دیگه دارم که هنوز نمانده. یارم و شما میمانم، شما قار میشین که تو چطور پیغمبر ما را میگی که قاتل بوده، دز بوده؟ نه من نمیگم، اونا گفتن، ما مو رقم تشریح میکنم که قار شوی که ببینی که پیغمبر ما را یا چی گفتن، تا که تو قبول کنی که کتابا کتابا شیطانی است. ما بخشای دیگه از را که میمانم با اونمو رقم که هست. اگه یا پیغمبر، من تنها مانا میکنم براتان که همی گپای از یا مانایشیست که پیغمبر یک آدم تجاوزگر بوده، یک آدم بلا تشبیه دوست بوده، یک آدم بلا تشبیه قاتل بوده، که شما باور کنین که اینمی کتاب ها کتاب های شیطانی است. در این زمانی که ما زندگی میکنیم باید دین خود پاک کنیم، و وقتی که ما در پاکاری دین میبریم شما ما را میگین والا نه 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 نه، یک تعدادتان میگه که والا یه کفر میگن، نه من کفر نمیگم و ما این کار ادامه میتونم. اینال بعد از بخش خلفای راشدین یا دوار خلفای راشدین، جنگ خلفای راشدین، ما یک کم دیگه پیش میرم که اولین کسی که به قدرت میرسه بعد از پیغمبر ما، بعد از فوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود که با مو ترکه که در کتاب نوشته میشه، یا میرن سعد ابن عباده را که از اصحاب است، از مردم، از اصحاب پیغمبره، از انصار است، در مدینه است، کلان مدینه، که بعد از فوت پیغمبر میگه من خلیفه اسلام هستم به این دلیل، به این دلیل، یا میره میگه نه 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 تو به عصب و نسب چون قریش نیستی نمیتونی که خلافت بگیری. او را پس میکنند، به چالاکی حضرت عمر دست حضرت عثمان بالا، ابوبکر بالا میکنند و حضرت ابوبکر رضی الله عنه خلیفه میشه. حضرت علی در شستشوی پیکر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مصروف است که وقت اینا قدرت گرفتن. حضرت علی اگر ما بگویم که نظر به کتابا یک راه بهتر میگیره، نیست، استدلال از واقع که امروز استدلالشی است، باز هم این گپ است که که حضرت علی نزدیکتر بود، خون پاکتر داشت، قریشتر بود. ولی به هر حال
یا قدرت گرفتن. بعد از اینکه حضرت ابوبکر قدرت میگیره، یک تعداد جنگ های داخلی میشه، چون پیغمبر فوت شده، یک تعداد مردم عرب قیام میکنن بر علیه مسلمان ها. گفتم که یکی از دوستان نزدیک پیغمبر است، یا در جمله یکی از در جمله تعداد معدود از دوستای پیغمبر که با مرگ خود فوت میشه، دیگرا هم کشته میشن. اینا 3 سال قدرت به دست میگیرن و در این 3 سال زیادترش مصروف جنگ های داخلی است، ولی تنها یک دسته از سپاه خود طرف دمشق و ایجار رو میکنه، به خاطر از اینکه در عربستان مکه و مدینه مردم غریب دیگه پیسه وجود نداره، یا باید برن جاهای دیگه که پیسه بگیرن چور پرتن. و اینمی جنگ ها را که میکنن در قسمی که در این کتاب نوشته میشه برای دعوت به اسلام نبود، میرفتین چور منداختین، زن مردم مال مردم از شماست، نفر اگه خواستین کشتین، اگه نه نخواستین ای را برده خود میسازین، بازی را استفاده میکنین برای دیگر جای، میگین باز تو هم زن دیگر را که گرفتین باز تو هم میتونی گشته برای خود زن بگیری. اینال اینمی ترتیب است که اسلام پیش میره. چقدر شما قار میشینه این کتاب ها را شما اید نمیخوانین، پلیز لطفاً بخوانین که دین خود ما باید نجات بتیم. 1.2 بیلیون مسلمان اکثر ما غرق هستیم دینمی معلومات های غلط و خدا باید نجات بتیم. پیغمبر اسلام تا زمانی که فوت شده بود از مکه و مدینه اسلام نرفته بود، دین صلح و صفا بود. اما امروز در کتاب ها غزوات متعدد را بر پیغمبر میگه که اگر شما ببینین جز چپاول و تارا چیز دیگه نبوده، عین شیوه ادامه میافته توسط حضرت ابوبکر. ولی به هر حال یا به کدام نتیجه در جنگا نمیرسه و حضرت ابوبکر فوت میشه. وقتی که حضرت ابوبکر فوت میشه در کتاب ها ادعا میشه که حضرت عمر به خلافت میمانه. البته پرسان میکنه در کتاب ها به خاطر از اینکه نشان بدن که منصفانه کار کرده حضرت ابوبکر، نشان میدن که از این نفر پرسید و از اون نفر که کی بعد از ما باشه، و خودشان گفتن که به نظر ما یا حضرت عمر باشه و یا حضرت علی، و با تجسس کردن گفتن والا ما دریافتم که حضرت عمر برازنده تر است و بناهن حضرت عمر رضی الله عنه بعد از فوت ابوبکر که 2 سال و چند ماست قدرت میگیره. وقتی که حضرت عمر قدرت میگیره جنگای داخلی تقریبا از بین رفته، به خاطر که مردم اقتصادش کاملا شکست خورده. کسایی که راگیری میکرد که به نظر ما ابو سفیان بود، ولی در این کتاب ها حضرت پیغمبر نشان میتن که یک داره کلان بوده که میامده که از مکه کوچ کرده آمده در مدینه، در رای کاروانا را میگیره. این کاروانا تمام دارایی های خود از دست میده، امنیت راه ها کاملا از بین میره، این مردم غریب امی توشه که بر زندگی خود داشتن از بین میره، یا به یک مردم بیکار تبدیل میشه. این مردم بسیار مردم با اخلاق بودن، اما وقتی که زندگی سخت میشه برای قریش، برای مردم مدینه، یا دیگر راه نمیافن جز از این که برن و مردم های دیگر را تاراج کنن. در این منطقه چیز برای چور انداختن دیگر نمانده، بناهن یا باید سرازش مثل یک فلاک یا ببخشین یک دسته از ملخ یا میپرن و میرن طرف شمال، طرف غرب و دمشق و فلسطین و عراق جا که نفوذ زیاد است و پیسه زیاد است، یا به این طرف سرازیر میشه. چیزی که یه حرکت آسان میسازه ایست که در این زمان این مناطق مختلف مدلیست تحت سلطه رومان ها بودن. رومان ها از یا باج میگرفتن، جزیه میگرفتن، یا در زیر سلطه از یا بود، بنابراین یا بیزار بودن از این سلطه اجنبی. وقتی که لشکر نو می آید یا فکر میکنن که یک آفتاب صبح برآمده، صبح آزادی، بنابراین یا در دفعه اول کت اینمی عربای که از طرف مکه و مدینه میه یا ام نظر هستن، کوشش میکنن کت از یا کمک کنن، و ولی زود متوجه میشن، در 5 سال 10 سال متوجه میشن که نه غلط کردیم، یا تا با مون رومان ها دوباره محتاج میشن. اما وقت تیر شده، یه قوا یا قوای ویرانگره. دلیلی که یا میدانند پیش برن نیست که وقتی شما میایین قریه ها را چور مندازین، زن مردم را میگیرین، اولاد مردم را،
مردم دیگه که زنده میمونه ایره اسیر میسازین، در روزای اول میکشتن وقت اول، اما بعدا دیدن که یارا استفاده میتونیم بکنیم، یا برده میشن، برده را پیش میندازن، از این قریه را گرفتن، ده او قریه، از این قریه، ده او قریه، از این شهر، ده او شهر، از او ولایت، ده او ولایت. هزارها نفر است که دیگه زنده نمیتونه بمانه مگر اینکه برای قریه دیگر چول پرده. اینا با یک قوه عظیم چپاولگر تبدیل میشن، میرن و چور انداخته میرن در سر رای خود. اینا ظاهرن در کتابان نشته میشه که حضرت عمر است که لشکر رایی میکنه، اما اصلا به نظر ما ابو سفیان است. چطور ابو سفیان که دشمن پیغمبر است، هر کسی که دو صفحه معلومات در مورد اسلام داره میفهمه که ابو سفیان کشید پیغمبر از مکه، اگه میتونست میکشتش، شهیدش میکرد، اما چطور یا قدرت میگیره؟ در این کتاب ها از یک تعداد قماندان های بزرگ دیگه اسلام گپ میزن، به طور مثال خالد ابن ولید. ولی شما اگه در جنگ بدر برین ببینین، خالد ابن ولید سرلشکر ابو سفیان بود. اینمی نفر ها را که ببینین در جنگ های بعدی در قبلی در زمان پیغمبر، اینا دشمن های پیغمبر بودن، ولی آل به نام اسلام اینا سرلشکر های اسلام هستن. میرن فلسطین بگیر، اسرائیل بگیر، ایجر بگیر، دمی ده ساله که حضرت عمر رضی الله عنه قدرت به دست داره، اینمینا چور انداخته میرن. حضرت عمر تا انوز یک قدرت مذهبی داره و ابو سفیان اینا به حضرت عمر تا حدود گوش میدن، چون انوز هم قدرت مذهبی حضرت عمر زیاده. ولی دیگر چیزی که میتونه یارا کمک کنه ایست که ابو سفیان که بنی امیه است، قریش بنی امیه است، یعنی دو سه نسل پیش برین پدر کلان از یاب امیه است، و پدر کلان حضرت محمد هاشم میشه، یا جنگای فامیلی هم داشتن، یعنی در جنگهای فامیلی یا رویال فامیلی جنگا حضرت عمر تا حدود گوشتره، چون از این دو فامیل نیست. بنان ابو سفیان و بچه های از این که به قماندانی های کلان تسلط میافند در طرف دمشق و شام اجزا، یا میتونن که از پول هایی که غارت میکنن، از مواد غارت شده، به حضرت عمر رایی بکنن یک مقدار، و حضرت عمر به خاطر این منابع سرشاری که برش رایی میشه یه اینا رو زیادتر اعتماد میکنه. ولی شور خوردنی در ظرف چند سال ماویه و یزید برادرش که بچه های ابو سفیان دمشق و شام اجزاره قماندان های کلانشان یاست. اینم یاست که طرف عراق همچنان میرن میگیرن، اینم یاست که باز در ظرف 30 سال دیگه کاملا قدرت اسلام در دست از یامفته، و یا دیگه مسخ میکنن، میکشن پیغمبره، طریق پیغمبره، راه پیغمبره. اینال ما در کتاب میرم یک کم کش میکنم از این کتاب بخوانم، بخاطر از این که شما بازم نگوین که این نفر حتمی از خود قصه کاجور کده، نه مستند. این کتاب را که ما میخوانم، این کتاب تاریخ سیاسی اسلام است، دکتر حسن ابراهیم ایره نوشته کرده. ای آقا استاد بوده در الازهر مصر. این کتاب در این زمانهای ما و شما نوشته شده. این کتاب با او زیبایی که کتاب دیگه ایم از سیرت رسول الله بود نیست، چون او کتاب در قرن اول هجری نوشته شده، اما او تنها تا وفات پیغمبر و تدفین پیغمبر و اینمی که حضرت عمر و حضرت ابوبکر چطور قدرت غصب میکنن نوشته شده. از او زیاد ندارم، ما مجبور استم با کتاب های دیگه برم، و ما ترجیح میتم که امی کتاب استفاده کنم. اما شما هر کتاب را که داشته باشین، اینمی قصا با اندک تغییر اما تو نوشته شده. عمر خطاب یا عمر ابن خطاب، که آقای خطاب دیجا قار نشه که، یا خوش داد نشه که عمر خطاب گفتیم. خلافت 13 تا 23 یعنی 10 سال اینا خلیفه اسلام می باشن. حضرت عمر یک گوسفند چران بوده، یک آدم بود که اگرچه قبول میکنیم که با سواد بوده، در کتاب ها میگن که با سواد بوده، شما میفهمین که پیغمبر ما سواد نداشت، نظر با آیات قرآن که از خود نمیگم که حال شما نگوین پیغمبر توهین میکنه، اما تا حضرت
نه ابو بکر اما تا حضرت عثمان اکثر از اینا مردم های باسواد نبود ولی امروز قصه میکنن که نه حضرت عمر چی بود باسواد بود یارای پیغمبر اما حضرت عمر نظر به امی کتاب کتاب سیرت رسول الله که 1300 سال پیش در خود عربستان توسط خود عربان نوشته شده و 1400 سال مایه تمجید ما و شما بوده یا 1300 سال و ما از این هزارها کتاب ما مؤخذ گرفته در اوجه نوشته میشه که زمانی که پیغمبر فوت شد و مردم گفتن که او پیغمبر فوت شد حضرت عمر که همیشه در هر کار شمشیر میکشه شمشیر خودم میکشه و مردم هم میگه که شما را زبانتان قطع میکنم به خاطر از اینکه شما سر پیغمبر تومت میکنید پیغمبر رفته آسمان ها مثل که حضرت موسی رفته بود پس می آید یعنی که آیات قرآن من حیث نزدیکترین نفر پیغمبر مثل من حیث یکی از چند نفر باسوادترینه که در کنار پیغمبر بود نمیفهمید که آیات قرآن بود که پیغمبر فوت میشه ای مسلمان ها اگر پیغمبر فوت شد کشته شما برگشت میکنین پیغمبر میتونه که فوت شد پیغمبر یک جز بشر نیست اینا را نمیفهمید و حضرت ابوبکر میاد شانش دست خدا میمانه که عمر آرام باش آیت قرآن است که پیغمبر فوت میشه باز میگه او راستی خو خی باز دیگر روز میگه که والا ما ایر اشتباه کرده بودم خب بازم خانهشان آباد که میگه اشتباه کرده بودم دوستای ما امروز میگه پا نمیزنن که اگه اشتباه کن اشتباه یعنی حضرت عمر اینقدر یک آدم باسواد نبود و حتی در زمانی که پیغمبر نزدیک فوت شدن شده بود و در کتاب سیرت رسول الله نوشته است که حضرت ابوبکر میگه که نماز بته بر نفر خود میگه که بره نماز بته و او نفر حضرت ابوبکر نمیافه حضرت عمر میافه پیغمبر حتی نمیمانش که نماز بته بخاطر از اینکه امو درایت نمیبینه دیگه این کتاب است که 1300 سال پیش نوشته شده اینال اینمی خلیفه اسلام میشه به اینکه وقتی که حضرت عمر به قدرت میرسه چی میگه در اولین خطابه خود حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه وقتی که به قدرت میرسه که سال 13 هجری است و تا سال 23 هجری اینا خلیفه می باشن در اولین خطبه خود که میره با نظر شما چی خواهد گفته باشه بین که ببینیم که چی می فرماین وقت عمر به خلافت رسید البته این صفحه 224 اینمی کتاب تاریخ سیاسی اسلام است نویسندهش دکتر حسن ابراهیم حسن است وقت عمر به خلافت رسید 13 هجری بالای منبر رفت و گفت من سخنان میگویم آن را به خاطر بسپارید عرب مانند شتر است که دنبال مهارش میرود عرب یک شتر وارست که دنبال قیزش میرود و مهارکش باید بداند که او را به کجا میکشاند مهارکش کسی که می راهنمای شتره کسی که قیزه شتره میگیره که خود میبره این میگه باید بفهمه که عرب کجا میبره یعنی عرب از خود کلم نداره از خود تفکر نداره تنها اونم یک نفر که در پیشروی باید بگیره ریسپانه و یاره در مورایی که میخواه ببره و قسم میخوره که اما من قسم به خدای کعبه او را به راه راست میبرم یعنی یک آدم را که پیغمبر تا نمیمان که نماز بته حال خلیفه مردم میشه و میگه عربا شطر وارستن و ما مهار کششان استم اگر قبول کنیم که واقعا اینمی اولین دومین خلیفه ما بوده و یه مردم شطر فکر میکرده از روی از اون طرز تفکر اسلامی ما را باید بسنجیم که ما چی رقم فکر میکنیم از اینمی خاطره که اگه آقایی که خودم ملا گرفته این فکر میکنه که اینمی مهار ما را قیزه ما را در دست خود گرفته و اون راهی که او آقا روان است ما را میبره و کدام را راهی که مفاد خودش در بین است فتوحات مسلمین اینی در زمان حضرت عمر است که مسلمان ها عراق میرن ایران میرن و شام و فلسطین و غیره و غیره را تسخیر میکنن اما حضرت
عمر خودش دی جنگا حصه نداره. نظر به این کتاب حضرت عمر میگن که در اولین جنگ که میخواست بره به طرف دمشق و شام ایجا و این میخواست که رهبری سپاره بگیره، میگه به اساس گپایی که بزرگا با ما گفتن ما دی جنگا باید نرم و نفرهای دیگر را روی میکنم و ای از مدینه میخواهد که جنگ رهبری بکنه و سپهسالارای خود در چهار دسته در چهار منطقه به طرف شمال روی میکنه. یعنی حال وقتی که سپهسالارای از این میره و یک مقدار مناطق میگیره، وقتی که عراق یا میگیرن که میخواین از دریا از فرات تیشان و طرف ایرانی جا بره، پیغامی حضرت عمر بر از یا پیغام روی میکنه که اوش کنین از دریا تیر نشین، یک جایی که باشین که یه سونه دریا باشه که اگر ما خواستم بتانم بیایم که از دریا اوسو باشه ما چطور از دریا بازو سو آمده بتانم. اینی برداشت یا معلومات حضرت عمر بوده و ایده ای کتاب نشته است. کل از یارم برای شما نمیخوانم، لطفا یک کم برین خودتانم بخوانین، اما اینمی کتاب نشته است. اینال نظر به ای کتاب سپهسالارا میرن و یکی طرف دمشق و یکی طرف شام و یکی طرف از ایجا اوجه و این مناطق تمامش زیر تسلط کی بود؟ رومان ها. کلش متنفر و بیزار. وقتی که یارا میبینه یک یاد از یا میایه که برالای رومان ها کت عرب ها یک جا شد. عرب ها قسمت از قلمرو دولت روم شرقی را به سهولت به دست آوردند، زیرا با مردم این نقاط روابط نژادی و لغوی داشتن. دولت روم با اقوامی که زیر پرچم او بودن روابط خوب نداشت. اختلافات مذهبی و سنگینی مالیات ها مردم را از تسلط روم شرقی بیزار کرده بود. اینی دلیل آمده بود که ایره او مردم ها فکر کردن که از سرشان پس میشه، اما زود میبینن که آه کاش که امون روم هم میماندیم، زن ما را خوچور نمنداختن. و همین که سپاه عرب به سرزمین آنها هجوم برد، با مسرت از آن استقبال کردند تا از نفوذ جابرانه روم شرقی و استبداد کلیسا رهایی یابند. میبینین استبداد کلیسا، در واقع کلیسا استبداد نمیکرد، اکثر مردم به خاطر ازی که زیر دست رومان ها بودند، اجیر و بیچاره بودند یا میخواستن آزاد شوند، بناهن از این حرکت نو میخواستن بر علیه روم و رومان ها استفاده بکنن. دولت روم شرقی از آخر دوران جوستنین تا آخر دوران هرقل سال 631 به سبب فتنه های داخلی ضعیف شده بود، گرچه هرقل توانسته بود در مقابل ایران مقاومت کند و نقاط را که به موجب قرارداد 628 میلادی از دست داده بود پس بگیرد، اما مسلمانان بهترین متصرفات شرقی وی را از دستشان را بودند و قبایل او را در قسطنطنیه محاصره کردند. بلغارها نیز امراه آنها بودند و عاقبت به سال 679 میلادی در شب جزیره بالکان استقرار یافتند و این ناحیه نیز از تصرف روم شرقی به در آمد. میبینید؟ اینی دلیل است که عرب ها یک شروع خوب داشتن به طرف شام و دمشق و فلسطین و این مناطق و مردم که تزیا کمک میکنن. شکست های روم شرقی در ناحیه غرب از شرق بدتر بود، مناطق اسپانیا و جا و طرف غرب طرف فرانسه و جا. وضع کشور ایران در ایران کار برعکس بود، زیرا ایرانیان ملت بودند که یک نژاد و یک زبان و یک دین داشتن، یک دین، دین زردشتی. در اینجا خودش میگه که یک دین داشتن، اما بعدا باز که بخونه نگه پاره میبینین که غلطه، چون اکثر نویسنده ها در جوامع اسلامی ما کاملا زد و نقیز میگن یک دین داشتن و بهتر میتوانستن در مقابل هجوم عرب مقاومت کنند، اما به سبب شکستی که در جنگ با روم نصیبشان شده بود به سستی و ضعف دچار شده بودند. در آن وقت نزدیک چهار قرن از بنیاد دولت ساسانی میگذشت و دولت ایران دچار پیری و ضعیفی شده بود. و این درست است که
اینمی دولت 400 ساله ایران به یک ایران ضعیف تبدیل کرده بود، یک حکومت سست، یک حکومت عیاش، یک حکومت که خودش رو بزرگای جساتری و دعیاشی تیر میکرد و مردم بیچاره در یک زندگی بخور و نمیر و هر جنگ که اینا میکردن کت رومان ها هزارها و ده ها هزار ایرانی بیچاره کشته میشد. بنابراین زندگی از یا یک زندگی خوب نبود و یا با این حکومت ساسانی خود چندان خوب نبودن، اما آیا یا میتونستن خوش باشند با آمدن عرب هایی که چور مندازشان، زن اولادشان رو میگیره و زمینشان مال از وام میشه؟ ایره آن میبینیم بعدن. و دولت ایران دچار ضعف شده بود. ایرانیان در فلسفه و مذهب مقام ارجمند داشتند و عرب ها مذهب مانی را از آنها اقتباس کردند. گروه از دانشمندان یونانی که جوستینیان آنها را از آتن بیرون کرده بود، فلسفه و علوم یونانی را در کشور ایران رواج داده بودند. دولت ایران با امپراتوری چین و هندوستان روابط نزدیک داشت و به سبب تماس با تمدن چین و هند در راه علوم معرفت و معرفت پیشرفت به سزا کرده بود. در آخر دوره ساسانی روابط دولت با ملت خوب نبود و مردم به دولت خود علاقه نداشتند. پادشاهان ساسانی دین زردوش را که مردم از آن بیزار بودند رواج دادند. و در اون وقت ادیان دیگه هم در مناطق بوده که بودیزم یا هندویزم یا عیسویت و موسویت هم تا حدود کم بوده، اما دین اکثر مردم دین زردشتی بوده که مردم این دین خوش داشتن، یعنی نبوده که بر علیه ازی باشه. در این کتاب نشان میده که مردم یعنی از این دین نفرت داشتن از زردشتی و پادشاه ایران را به زور ساخته بود نبود. از همین خاطر است که بعدا ما بر شما میبینیم که در همین کتاب همین نویسنده میگه که اینمی دین زردشت تا قرنهای بعد در ایران بود، یعنی که دوستش داشتن مردم، که حتی زمانی که عربا هم آمدن گرفتن و اسلام جایگزین ادیان دیگه ساختن، هنوز هم مردم در خفا یا در مناطق که زور داشتن آشکارا دین زردشت خدا نگه داشته بودن. انگامی که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به سلطنت رسید و عهد ایران چنین بود. در عهد وی بود که عرب ها به ایران حمله کردند. یزدگرد وقت به سلطنت رسید 21 سال داشت. عرب ها در فتح ایران طمع بستند و پیغمبر در زمان زندگانی خود گنج های کسرا را با آنها وعده داده بود. این اندیشه در آنها قوت یافت. سعی کنند که چقدر بی‌شرفانه سر پیغمبر تهمت میشه. میگه پیغمبر در زمان زندگی خود گنجهای کسرا را به عرب ها وعده داده بود. میبینین این گپا را شما متوجه نمیشین که چقدر این توهین آمیزه به پیغمبر. پیغمبر چور انداختن ایران و تاراج اموال ایران برای مردم خود میگه از پیش بینی کرده بود و وعده داده بود. دین اسلام دین تاراج نبود که پیغمبر بگه باز بخیر میرین و جارم چور مندازین، باز بخیر ایجار چور مندازین. پیغمبر مردم به دین حق دعوت میکرد. پیغمبر دوز نبود. پیغمبر این چیزها را برای کس وعده نمیداد. اینا دروغ از غلط مسلمان بیچاره. اینا تاراج کردن از راه پیغمبر که راه قرآن بود، که دستور خداوند بود، بیرون شده بودن. اینال برعزید و زیای خود یا دلیل کار داشتن. جهاد، جهاد چیز؟ جهاد میری نفر میگیری، زنش از تو، دخترش از تو، مالش از تو، خودش بردم ایسازی، اگه خواستی میکشی. در تمام غزوات پیغمبر شما ببینین که به شرمانه اینه میگف است. شما برین در غزوات پیغمبر در یوتیوب ببینین از طرف شفیع ایار و بخشای دیگه شکم هم میگم، او وقت میبینین که اینمی چور و چپاولا به نام پیغمبر در جهاد انجام دادن. سعی کنین در اینجا در صفحه 228 میگه که برای این کار، برای فتح عراق و ایران، سعد ابن ابی وقاص انتخاب شد و عمر فرماندهی جنگ عراق را به عهده او نهاد. سعد راه عراق گرفت و در راه مراقب اخبار بود. فرستادگان عمر با نامه های وی می رسیدند و دسته های سپاه به دو ملحق می شدند. دسته های سپاه که میگن این دسته های سپاه نیست، مردم های بیچاره است که در راه چور مفتیدن، دیگه برای زندگی چیز نداشتن. و یا چی میگفت؟ میگفت خال زنتون و مالتون رفت از ما شد،
نخواهیم به دست بیارین، بیاین که بریم طرف ایران، اینال ایران چور مندازیم، باز از اوجه برای خود زن بگیرین، برای خود مال چور پرتین، و یا با یک توپ کلانتر مثل که یک کلولگه که خورد برف در سر یک کوه پر از برف لول بتین، این رفته میره و رفته میره و رفته میره به یک برف کوچ کلان تبدیل میشه، به اینی رقم به یک لشکر متجاوز تبدیل شدن، ولی بسیار قوی. یک لشکر گرسنه که میری و چور مندازی شما در صفحه های بعد میبینین که چی رقم یا دین اسلام برای چور و چپاول منحط ساختن از راه کشیدن. جمع قادسیه اینمی زمانه که یا عراق میگیرن به اینمی رقم، یه خواهیت نبود که اگه عراق کلان چندین میلیون باشه اون عسکر داشته باشه و بیاید در مقابل از یا وقتی که شما 10,000 عسکر میاین یه قریه را چور منداز این آسان قریه دیگر را شهرها را اینا تا شور بخورن، شما وقتی را چور انداختین یا خود راست کردن نمیتونن برای جنگ. 10,000 نفر میاین ملخ وار یک قریه 1,000 نفر یک منطقه 1,000 نفر را وقت چور انداختن رفتن، مردم دیگه مجبور است که از گشنگی حالا برای چور انداختن یک جاشه، قریه دیگه هم ترکایی ها میرسن سرحد ایران و در ایران رستم فرخزاد که سپه سالار است در این کتاب گفته میشه که 30,000 نفر بود. شما دیدین که میگه دولت ساسانی فرتود شده بود یا 30,000 عسکر در یک منطقه نداشتن، خدا نه 1,000 بوده 2,500، ولی عربا ایران از بین میبرن دفعه حال اونا یا شکست میده یا متواری میشه، ولی باز میان و یا آقا را شکست میدن. باز در اینجا گفته میشه که در جریان جنگ یک شمال بسیار زیاد خطرناک آمد و این در کتاب های اسلامی ما بسیار زیاد است که نشان بدن که خدا کمک کرد، یعنی در جریان جنگ خدا شامل جنگ شد. رستم چاره از جنگ ندید، میگه رستم نمیخواد جنگ کنه و میترسید از یا عماد و مردم خدا میگفت که او یاروا بسیار قوی است تر است، مردم گفت میخوای کارو تعزیز بتی، گفت نه ما جنگ میکنیم. بعد شامل جنگ شدن. جنگ 3 روز 3 شب طول کشید و روز آخر باد سخت به سوی ایرانیان وزیدن گرفت چنان که نزدیک بود خاک و غبار آنها را کور کند. رستم و گروهی از سپاهش کشته شدند و باقی مانده فرار کردند و اموالشان به دست عربا افتاد. سعد به تعقیب ایرانیان تا جلوه رفت و گروه زیاد از ایرانیان را کشت. پس از آن نامه به عمر نوشت که ایرانو اینی مناطقش گرفتیم، کلش نگرفتن دیگه. میبینید یک شمال بسیار خطرناک میوازد. حالا این لشکرا خو یا خو توپخانه نداشتن یا خو تیاره نداشتن یا در 200 متری یکی دیگه جنگ میکردن. اگه تو یک شمال شدید شد که عسکر ایران کور کرد، یه خو عسکر عرب هم باید کور کنه، یا خو تیرایشان نبود که 1,000 متر بره، یک تیر بسیار که میرفت 50 متر میرفت، اینال باید جنگ در 100 متری یکی دیگه باشه. اگر ات یک شمال وزید چرا عرب کور نکرد، چرا بیان بیاد؟ اما این در این کتاب ها که 1,000 سال پیش 1,300 سال پیش نوشته شد این دروغ ها را هنگفتش میبینین که نشان بده که گویا اینمت یک لشکر تجاوزگر خدا از بالا کمک میکرد. و در غزوات پیغمبر شما ات آدمی چار بخشه که ما در یوتیوب دارم بریم ببینین امی چی قصه‌گاه را در اوجا میبینین که در اینجا باز پیغمبر شمال آمد و در مثلا در جنگ خندق لشکر 25,000 نفری ابو سفیان کور کرد، بازی ها گریختن. این قصه‌گاه از اونمو آغاز نشته شده و در اینجا ادامه داره. صفحه 230 رستم چاره از جنگ ندید، جنگ 3 روز و شب طول کشید و روز آخر باد سخت به سوی ایرانیان وزیدن گرفت چنان که نزدیک بود خاک و غبار آنها را کور کند. رستم و گروهی از سپاهش کشته شدند و باقی مانده فرار کردند و اموالشان به دست عرب ها افتاد. سعد به تعقیب ایرانیان تا جلوه رفت سال 7 هجری و گروه زیاد از ایرانیان را کشت. پس از آن نامه به عمر، حضرت عمر رضی الله عنه نوشت و فتح را خبر داد. عمر بدو نوشت، این نقل قول از حضرت عمر است، به جای خود توقف کن و به دنبال آنها یعنی لشکر ایران مرو و به همین حد قناعت کن، برای مسلمانان شهر بساز که در آنجا مقیم شوند و دریا را میان من و آنها فاصله مکن. حضرت عمر فکر میکرد که اگر از دریا وسو تیرشن عسکرکای ما وسون دریا میباشه، حالا باز ما چطو اگر برم چطو برم، حالا یا غرق نشه. میبینین اینی خلیفه دوم اسلام است که میگن این جنگ
رهبری میکرد. یک آدمه که میگه از دریا وسو بچه هایم تیر نشین که باز من چطور پیش شما بیم. مانایش ایست که نه جنگ میفهمید، نه منطقه را میفهمید، نه یه قدرت داشت که بره رهبری کنه. اینا رهبرای مذهبی بودن. باور کنین در این تاراج ها خلفای راشدین دست نداشته. این تاریخ ها دروغ هستن. اینا رهبرای مذهبی بوده. اما ابو سفیان و اولادش جنگ برای چور انداختن استفاده کردن، منتها نام پیغمبر در ایقات می گرفتن که جنبه مذهبی بتن و مردم عرب زیادتر تحریک بکنن. و مهمتر از او، عربا مردم با اخلاق بودن، یا نمی خواستن که برن چور پرتن، زنای مردم ها بگیرن، اولادایش رو بکشن خودشان، یا چی میگد؟ میگفت این امیر پیغمبر ما کده، راه پیغمبر را نمی خواهی کنی؟ مسلمان نیستی، باید گردنت را بزنیم، جهاد است. ایناله اینا را روحن میخواست که آیا آرامش به بخشکی دوزی نیست، یه قتل و کشتار نیست، خدا گفته بره بره بچین بکنن. اینی تا امروز ادامه داره. مسلمان های ما در افغانستان در 10 سال اول اینا 1.8 میلیون مسلمان بیگناه را الله اکبر گفته کشتن. تا امروز ادامه داره. طالبا چی میکنن؟ گلبودین چی میکنه؟ به نام چی مردم را میکشه؟ الله اکبر. کی را میکشن؟ اون مسلمان بیچاره را میکشه. اینی از ابو سفیان یاد گرفتن. این کار پیغمبر و قرآن نیست. از اینی خاطره که ما میگم قرآن بگی کتابای دیگر پرتو. دکتر صاحب یونس قار میشه. حتی دکتر صاحب یونس دیگر را خو خیر که اینا خود آدم مترقی میگیره که او یا آقا کافر شده. میبینین اینال شما ایس شروع قصه است. اگه سم این است که گلاب رویتان استفراق میکنین، خون استفراق میکنین که ببینین که اسلام چطور پیش میره. و ناگفتن همانده این کتاب ایره یک عرب نشته کده که میخواه ایره کور بکنه، بپوشانه از چشم ما، بسیار یک شیرینگر به اصل بپوشانه که ما ایره شیرین ببینیم نفهمیم. اما شما ایره باید وقتی که پیش میریم آیسته آیسته دروازه های فکری خود باز کنین و ایره تحلیل بکنین. بارون بعد از اینکه حضرت عمر میگه که از دریا و صبح چیم تیر نشی، اما صد طرح بنای کوفه را ریخت. شهر کوفه را این مرکز خود جور میکنه و یک شهر آباد میکنه و مسجد جامع را دیجا جور میکنه و از این میجره به نام خیزگاه خود، به حیث خیزگاه خود برای تسخیر بیشتر ایران و املا با مناطق دیگر استفاده میکنن. پس از آن صد بر عراق تسلط یافت و مدائن را که پایتخت ایران بود محاصره کرد و پس از 2 ماه محاصره آن را گشود و یزدگرد فراری به سوی حلوان رفت. در مدائن غنایم بیشمار بود. اینی جنگ سر غنایم بیشماره. غنایم چیست؟ زن مردم شامل غنایمه، دخترکایشان شامل غنایمه، بچهکایشان شامل غنایمه، مالشان شامل غنایمه است. مدائن غنایم بشمار به دست عرب ها افتاد که فرش معروف بارگاه کسرا از آن جمله است. و این خصه جالب است که یک قالین بسیار کلانه که به کسرا تعلق داره، یعنی به مردم ایران، بازی به دست عرب ها افتاد. یعنی در جمله غنیمت جنگ عالی از کی شوه؟ هر کس میگیره یک توتک برای خود، یک توتک برای خود از او قالین زیبا قطع میکنن. قالینه که میگن 1000 نفر روش میتونست بشینه، یا من نمیفهم درست است یعنی، اما با یک کلانی یک قالین بود که در نوروزها استفاده میشد. یک قالینه یا میگیرن و توته توته میکنن. ای عربا قدر کم ای چیزها رو میفهمیدن، سراغرد بودن. ما شما قار نشیم، حالا عربا خودشان هم که ببینن میفهمن. ناگفتن همانه بسیاری کسایی را که امروز عرب میگیم یاد او خیچ عرب نبودن. حتی در قرآن پیغمبر خود قریش میگه کلمه عرب در قرآن به عیسه یک کلمه نیمه توهین‌آمیز برای مردم سرانشین عرب استفاده میشه. قرآن حتی ما ایره بر شما نشان میدم. اینال ای عرب های سراغرد در کتاب همین آقای که خودش عرب است میگه یک یاقوت از همین تاراج مالا یک عرب سراگرد یک یاقوت از کدام کسی بیچاره میگیره؟ یاقوت مفروشه و 1000 درهم. او رفیقاش که پسان خبر میشه میگه او لوده تو یاقوت قیمتی رو چطور 1000 درهم فروختی؟ بازو میگه از 1000 کده کدام نمره بالا هست؟
والله اگر من میفهمیدم که از هزار کنم مثل که 2000 10000 والله من اینو به هزار نمیفروختم. جنگ نهاوند یزدگرد پس از شکست قادسیه و سقوط مدائن نتوانست با آسانی سپاهی برای جنگ عرب فراهم کند و این کار 4 سال طول کشید، یعنی در سال 21 هجری سپاه فراوان که شماره آن به 150000 میرسید برای جنگ فراهم کرد. دیدین که شما اینا میگفت که دولت ساسانی ایران یک دولت کاملا منحد بود، یا نداشتن این قدرتی که 150000 عسکر بیارن، و خصوص حاله که شکست خورده بودن، یک قسمت ایران هم از دست داده بودن به شمول مدائن که پایتخت ایران بود. اینجا میگه که 150 و این قصاره در تاریخ اسلام زیاد میبینین، لشکر مقابل بسیار زیاد، لشکر عرب کم، 10 نفر 100 نفر هم میزنن. یک کسی را باور نکنه، ولی به هر حال یا میگن که یزدگرد میایه 150000 عسکر میاره و حضرت عمر هم یک 10000 نفر دیگه یا 5000 دیگه برای چی رایی میکنه؟ برای میسر لشکر خود رایی میکنه. ایرانی ها میگه در جنگ شجاعانه کشیدن، فیروزی نصیب عرب ها شد و فتح نهاون را فتح الفتون آمیدن. پس از آن عرب های از دگر را تقریب کردن و وی به حدود شرق ایران گریخت و آقابت به سال 21 هجری در عصر خلافت عثمان، حضرت عثمان بعد از عمر، ای در خراسان کشته شد و این وقت کشته میشه زن اولاد از ایران چور مندازن. ما شما حضرت حسین علیه السلام میگیم و تا امروز خود از زنجیر میزنیم که باید بزنیم، منتها دختر یزدگرد ساسانی را کی گرفت؟ حضرت امام حسین گرفت، هم یک دختر شیعی گرفت، یکی دیگه شما چون بچه ابوبکر یا بچه حضرت عثمان گرفته. یارا چطور گرفتن؟ فکر میکنین که یارا خازگاری کردن رفتن که آقای یزدگرد اگر شما پسر ما را به غلامی خود قبول کنیم؟ نه، چور منداختن، زن مردم چور بود، دختر مردم چور بود، شهربانو را حضرت امام حسین به خود چور انداخت. و بعدن ایرانی ها کوشش کردن که به امین نام، چون شهربانو زن حضرت امام حسین بود، اگر شما با استفاده از اینمی و اولادایی که به وجود آمده بود خود از چنگ عرب نجات بتن، و زیادتر یا کوشش کردن که در جنگی که فامیل حضرت علی بر علیه بنی امیه داشت یا امیر قسم نشان بتن که یک جنگ عادلانه است و باید خون پاک از حضرت امام حسین است، از حضرت امام حسن، و یا باید خلیفه اسلام میشدن و اولاده از یا، و امیر شیعه که به وجود میه به خاطر اینمی استفاده سیاسی مردم ایرانه، یا برازی که تقدس میدادن حضرت علی یا حضرت امام حسین نبود، یا باعث یک وسیله سیاسی را استفاده میکنن که پشت سر بزنن عرب، یک عرب پیش روی ساد کنه و یک صد کلان ایجاد کنن در مقابل عربای دیگه. اما متاسفانه در طول سالهایی که گذشت و قرنها گذشت، عرب خود ایرانیا در امی دامه که شانده بودن افتیدن و از مسمره از اوست که امروز حکومت مذهبی ایران است که حال واقعا با مو باور دارن. در غیر از او این یک وسیله سیاسی بود برای از یاد، یعنی تشیع در عربستان قدرت نگرفت، ایرانی ها به تشیع قدرت دادن، اگر نه حضرت علی کرم الله وجهو با سادگی توسط از اینمی دزا کشته شد، حضرت عمر خودش هم کشته شد، حضرت عثمان هم کشته شد. یارا ما و شما میخوانیم و یایت مردمای نبودن که یکی دیگر را بخواه بکشند در این کتابا، و کلش به عیس بلا تشبه دزا، قاتلا، رزنا معرفی میشن که یک جنگ در مقابل یکی دیگه خود مصروف هستند در چال زدن. ولی به هر حال عرب ها از این فیروزی فواید بسیار بردند و کشور را که از قرنها مرکز تمدن جهان بود به امپراتوری خود پیوستند و از غنایم جنگ ثروت به حساب انداختند. بینی کلام گفش بود و با تملک گنجهای ایران زندگی قرین آسایش رفاه شد. نفایس و اموالی که در جنگ ایران نصیب عربها شد آن را به زندگی که به زندگانی خشن و ساده سرانشین خو گرفته بودن سخت متعیر کرد. میبینین؟ یا اینقدر مال از ایجا به دست میارن که طرز تفکر و زندگیشان تغییر میتهد. دیگه به اون زندگیه که
در عربستان و مدینه و مکه داشتن دیگه نمیخواهند اونجا برن. اینمی چور انداختن و زندگی عیاشانه. در دوره حضرت عمر عربا را کنترل میکرد که مالای را که به دست آورده پس میگرفت یک مقدارش طرف عربستان و بر مردم ها میداد و با بیت المال و مردم ها مثل از اینکه بیلیونرهای امروز شان با اتو نفرات تبدیل شده از اثر تاراج اینمی کشور عراق و ایران و دمشق و سوریه و بعدا قسمت از اروپا. ولی بعد از دوره عمر که تنها 10 سال است، عمر اصلا عرب اجازه نمیداد که در ایران یا دمشق جای دیگه زندگی کنه. میگفت نه، مرکز زندگیتان خود مدینه و مکه، زن اولادتان باید اینجا باشه، خودتان در جنگ میرین پس میایین، یا مال خود مجبور بودن پس بیارن که میآوردن. حضرت عمر حق خود میگیره، فقط قضیه رو میداد. ولی آهسته آهسته یا دیگه نمیخواین حتی بیاین عربا در موجه، میخواین زندگی کنن. به مو خاطر بعد از مرگ حضرت عمر یا دیگه در اون مملکت ها زندگی میکنن. زمین مردم مال از یا سال شما در اینجا میبینین که اینی خود از یه عرب چی نشته میکنن. با گفته مؤلف الفخری، یک عرب بدوی یا قوت به دست آورد که بهای گزاف داشت ولی قیمت آن را نمیدانست. یکی که از قیمت یا قوت خبر داشت آن را به 1000 درهم خرید. پس از آن بدوی از قیمت گزاف یا قوت آگهی یافت. کسانش را ملامت کردند که چرا یا قوت را ارزان فروختی؟ گفت اگر میدانستم عدد بیش از 1000 هست و کمتر آن نمیدادم. بعض از عربهای طلا بده است که طلا چور انداخته بودند، میگفتند کیست که زرد را بگیرد و سفید بدهد. مقصود از سفید نقره بود که گمان داشتن نقره بهتر از طلا است. میبینید آقا نمیفهمید که طلا بهتر است یا نقره. طلا را میدادند زرد که سفید بگیرد. تأثیر فتح عرب در ایران، بیان که ببینیم که آقا تأثیر فتح عرب در ایران چی میگه. ایران را که چور انداختن، تمام داراییش گریختاندن، کشورش برای خود گرفتن، حال میخوایی بگه که تاثیر خوب کرده ات میام تا میگه. بین سگم اینجا صفحه 233. تاثیر فتح عرب در ایران. ایرانیان از عرب ها به خوبی استقبال کردند، زیرا به سبب تسلط عرب از ظلم حکام ساسانی و خدمات سپاهی رها میافتند. اینه و شکر کردن که شکر که شما آمدین که ما را از گیر پادشاه خود ما نجات دهی. که ایرانی ها زیر فشار مالیات بودن شک نیست، ولی شما فکر میکنید مثل که یک پاکستانی نشته کنه که با آمدن قوای پاکستان مردم بسیار خوش شدن، طالبا که آمدن که شکر که ما را از دست احمد شاه مسعود نجات دادن. احمد شاه مسعود که یک افغان بود و یا براندین و یا قماندان های دیگه که در افغانستان بود، یا میگه و گفتن شکر که آمدن و ما را نجات دادن. نه، مملکت ما را برباد کردی، کل کشور ما را مزرعه تریاک جور کردی، در تمام دنیا بدنامی اوپیام و تریاک و مواد مخدر در سر افغان بیچاره است، منفعتش در جیب آیسای. ولی ها میگه که ولا عربا بسیار خوش شد، ایرانی ها بسیار خوش شدن. هم یک شعره که بدل است که میگه گربه را ز طبع هرس گزین، بود و ایرانه بساط کمین. آن یکی گفت شای پلنگ خساد، در چه عالم فشرده ای چنگال؟ گفت اینجا ضعیف موشانند، ناتوان کیش و عجز کوشانند، تا نبینند آفت کرگس، من در این ورتشان پناهم و بس. یه آقای پشک آمده بود در یک جای دمی پیش غارای موش قابو میداد و چور میکرد، یک شب و خودگه شب یک آدم گفت او پشک ظالم چی میکنی که تو آمدی موشای بیچاره را؟ گفت والا ما از دوستی و صمیمیت آمدیم، از لطف و شفقت، که اگر من یار نجات نتم کلشان باشه میخوره گوم میخوره. اینم یه این استدلال در ایجاست، سعی کنه نیره. ایرانیان از عربها به خوبی استقبال کردن، زیرا به سبب تسلط عرب از ظلم حکام ساسانی و خدمات سپاهی رها میافتن، به علاوه از آزادی دینی هم برخوردار میشدن. چقدر خوب، در دین اسلام دین دیگرتون نمیمونی. وقتی که اسلام آمد یا اون نفر باید مسلمان شد یا باید جزیه بده. اگر جزیه هم میته زنش هم میتونی بگیری چون مسلمان است، جهاد نمی است. برای این جهاد پیغمبره که دمی کتابا نشته شده ببینین. من بخشای دیگه شه بعدن میمانم، شما می چهار بخش که از در یوتیوب ببینین که پیغمبر چقدر زنای مردم گرفته در جنگا. ما ایره قبول ندارم، اما دینمی کتابه اونم تو گفته میشه.
اینا دروغ ساختن سر پیغمبر که پیغمبر چون زن مردم ما میگرفت مال مردم ما میگرفت جهاد اینمی مانا شد بنان اینم اینا رو ما گرفتیم. ای آقا چون کتاب 20 سال پیش نوشته کده ای اوشار شده ای رقم و کتاب سیرت رسول الله اما تلوچ پوزکنده نوشته نمیکنه ای یک رقم نوشته میکنه که ما شما حتا باعث جنایت نبینیم باعث چور و چپاول نبینیم. یه عربا که آمدن ایران چور انداختن ایرانی ها خوش شدن که شکر که ما را شما نجات دادین ای پشکک مثل که موش بگوی ای پشکک شکر که تو آمدی مرا از گیر بوم خلاص کردی نیست رکایی ولی سل کنین. بلاوه از آزادی دینی هم برخوردار می شدن زیرا در ابتدا عرب ها با دین کس کار نداشتن. چرا نداشتن؟ پیغمبر هر جایی که می رفت مسلمان می ساخت یا چرا غرض نداشت؟ به خاطر که جزیه بگیرن یا می گفت خب مسلمان شد و چی فایده با ما؟ یکی مسلمان شد ما مالشام گرفتن نمی تانیم زنشام چور انداختن نمی تانیم بانش که کافر باشم و دین خود از زردشتیستی باش عیسویستی موسویستی جزیه خیبته. اینال جزیه را ما چی میگیم؟ نه مالیات بود مالیات نبود نفر میگرفتن زمینش میگرفتن برده جور میکردنش در زمین خودش میگفت در زمین کار میکنیم مثل گاو مال که میایه زدی که حاصل میگیری اونا موقع که تو زنده بانی بگی برای خود دیگه ایش از من عرب است یا ای را مالیات میگه نه خراج بود جزیه بود و زور میگرفتن با پیروان دین زردشت و یهود و مسیحی میتوانستن با پرداخت جزیه با مراسم دینی خود آزادانه ادامه دهن. گروهی از ایرانیان به سبب سادگی تعلیمات اسلام و مساواتی که برای همه مقرر شده بود زود بدان گرویدن. چقدر در اسلامی که یاوردن ایج گونه مساوات نبود. عرب پادشاه بود. عرب صاحبت بود. عرب صاحب زمین تنا نبود. صاحب زنتان بود. صاحب دخترتان بود. صاحب خودتان بود. کنیز بود زنت. برده بودی خودت. اتا که مسلمان شده بودی یا میگفت نه 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 بازم جزیه به تیره بده صفحات بعدی شما میبینین کمی کارا شده. گروه از ایرانیان به سبب سادگی تعلیمات اسلام و مساواتی که برای همه مقرر شده بود زود بدان گرویدن. صنعتگران و پیشواران و طبقات متوسط و کشاورزان که پیش از آن در فشار طبقه اشراف بود. اینمی یک قسمت از جنگهایی بود که در دوران حضرت عمر رضی الله عنه به وقوع پیوست. ما بسیار به دیتیل یا با ملاحظات بسیار عمیق ایره نمیتونم برای شما تشریح بکنم چون این هزارها صفحه معلومات است اما ما برای شما میخوایم جسته و گریخته حداقل یک تصویر بتم که شما ببینین که به شکل عمومی که در این مملکت ها چی صورت گرفته اسلام چطور آمده و چطور انتشار یافته تا که ما و شما وقتی که میگیم که دین اسلام دین صلح و دوستی و مساوات است آیا با امو طریق آمده یا نامده بودن و آمدن و شدن دو چیز متفاوت است. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم.